سلام و درود، حالتون چطور؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه، برقرار و پیروز باشید. طبق درخواست هایی که خیلی از دوستان داشتن، گفتن آقا ما طراح کاراکتر نیستیم و اگر کاراکتر بخوایم باید یا هزینه کنیم براش، یا اینی که خب یک راهی پیش پای ما بذارید که چطور میتونیم با کمترین هزینه، کمترین وقت یک کاراکتری رو داشته باشیم. ببینید دوستان، اولا که ما آموزش طراحی کاراکتر رو در نهایت ضبط میکنیم از پایه پایه، یعنی اینی که اتود بزنید کامل، روش های مختلف طراحی کاراکتر، طراحی کاراکتر دو بودی، سه بودی، همه چیز رو صفر تا صد آموزش میدیم و این چیزیه که خیالتون از این بابت راحت بشه. ولی خب این زمان بره و امکان داره چندین ماه دیگه زمان ببره که ما ببینیم برسیم. ما چند تا نرم افزار مثل افتر افکت، مثل بلندر، مثل سینما 4D، مهرم که تقریبا آموزش تموم شده و فقط دیگه تکنیک از این به بعد آموزش میدیم، همه اینا رو میخوایم آموزش بدیم و اگه بخوایم وقت بذاریم برای طراحی کاراکتر امکان داره بیفته بعد از اینا. پس من میام یک روش کوتاه‌تر، سریع‌تر و روش خوبی هم هست بتون آموزش میدم که میتونید الهام بگیرید ازش یا اینی که حتی ازش استفاده کنید. ویدیو رو لایک کنید همین الان، کانال رو سابسکرایب کنید اگه سابسکرایب نکردید، که بریم این روش رو با هم دیگه تست کنیم. ما قبلا بهتون یاد داده بودیم که توی نرم افزار ما چطوری یه کاراکتری رو که مثلا از بیرون میاریم، حالا برامون طراحی کردن یا از جایی دانلود کردیم، باز طراحی کنیم و اینا رو دیگه آموزش نمیدیم. من به ویدیوش رو توی پلی لیست آموزش موهو به صورت مقدماتی، آموزش انیمیشن سازی مقدماتی، اینا رو گذاشتم. پس اینا رو میتونید برید اونجا نگاه کنید. الان بریم سراغ اینی که یه کاراکتر رو چطوری میتونیم با استفاده از هوش مصنوعی طراحی کنیم و این خیلی خوبه. ببینید 100% اون کاراکتر ایدئال در نمیاد، اگر یک مقدار خودتون دستکاری کنید که عالی میشه و ایدئال میشه واقعا، ولی اگر میخواد کارتون را بیفته این ابزار خوبیه و میتونه کارتون را بندازه. وارد سایت بینگ میشیم، bing.com. خب شما از هوش مصنوعی دیگه ای هم مثل میدجرنی و مثل هوش های مصنوعی دیگه میتونید استفاده کنید که تولید مثل سورا هم اگه اشتباه نکنم هست که تصویر برای شما تولید میکنه. من الان یه ابزاری میخوام به شما یاد بدم که راحت دیگه، رایگانه. خب اینجا توی سایت بینگ که رفتیم یک قسمت داره به اسم ایمیجز رو که بزنید، خب یک سری تصاویر اینجا وجود داره که با هوش مصنوعی ساخته شده. خب ولی یک قسمتی هم اینجا داره نوشته create رو که بزنید وارد یک همچین صفحه میشید. خب نوشته آقا شما من توضیح بده چی میخوای تا من برات بسازم دیگه. خب ما باید به انگلیسی بهش توضیح بدیم. خب ما انگلیسیمون مثلا، آقا برفرض من، شما انگلیسیت خوبه، خب چه بهتر. اگر مثلا من انگلیسیتون انقدر قدرتمند نیست که بخواید خیلی راحت در چیزی که دلتون میخواد رو بنویسید، چیکار میکنیم؟ میایم اینجا یک ابزاری داریم به اسم چت جی پی تی. خب این یک ابزار هوش مصنوعیه که قطعا اکثریت شما باش آشنا هستید دیگه. چت جی پی تی انقدر معروف هست که من نخوام بیشتر از این توضیح بدم. ببخشید من سرفه میزنم. ببینید چت جی پی تی ما میایم ازش استفاده میکنیم، گوگل ترنسلیت رو داریم، ولی ترجمه هایی که گوگل ترنسلیت انجام میده ترجمه یه جورایی معادل به معادله، یعنی اون چیزی نیست که ما دلمون بخواد. و چت جی پی تی با استفاده از هوش مصنوعی که داره خیلی قشنگتر ترجمه میکنه. ببینیم چیکار کنیم. بریم یه نمونه مثال با هم دیگه داشته باشیم. میگم که خب بهش توضیح میدم، میگم اول مینویسم اینو برام به انگلیسی ترجمه کن. خب حالا حتما بنویسید انگلیسی چون زبان‌های مختلفی داره. مینویسم من میخوام یه ربات که شبیه انسانه و دو بعدیه و خیلی عصبانیه، به صورت نمیستم به صورت همچنین کارتونیه، نمای روبرو و نیم رخ رو برام
نوروبرو و نیمروخ دیگه توضیح بیشتر از این نمیدم. ببینیم چی برامون میزنه. خب من همینو کپی میکنم، ببخش کپی میکنم، میام داخل همین ابزار، اینجا میام پیست رو میزنم. الان 18 تا سکه دارم، هر بار که بزنم یه سکه از من کم میکنم. چند لحظه صبر میکنم. دوستان سکهاتون اگر کم شد شما میتونید به راحتی برید با یه اکانت دیگه بیاید، چند تا اکانت داشته باشید. هر چند وقت شما که نمیخواید روز 200 تا بسازید، نه روز 3-4 تا. خب ببینید یک همچین چیزی برای من به راحتی طراحی کرد. خب اشتباهاتی هم داره، من الان یک بار دیگه کلیک کنم یک بار دیگه میره برای من یک بار اینو طراحی میکنه. خب چند لحظه صبر میکنم، میبینید برای من قشنگ یک رباتی رو طراحی کرد. حالا اینجا از نمای روبرو و سرخ طراحی کرده، نیم رخ طراحی نکرده. شما با چند بار صحبت کردن، با چند بار عوض کردن پرامپت، خب میتونید اینو درستش کنید. مثلا من میام یک بار دیگه میام چی نوشتم براش، نوشتم این یه ربات که شبیه انسانه و دو بعدیه و خیلی عصبانیه، همچنین کارتونیه نمای روبرو و نیم رخ. خب اینو یه بار دیگه میام این متن رو مینویسم، کپیش کنم بذارم اینجا. خب روبرو و نیمروخ، روبرو و بغل رو برام طراحی میکن، تأکید میکنم روبرو و بغل. خب یک بار دیگه من اینو با یه پرامپت دیگه مینویسم، امکان داره اصلاح بشه، امکان داره نه. یک مقدار دردسرای خودشو داره اینجا. خب و پیشنهاد میکنم ازش استفاده کنید، یکم که باش کار کنید خب قلیقش دستتون میاد. خب یکم میگم دیگه چند تا سکه باید بسوزونید تا اون چیزی که دلتون میخواد به دست بیارید. الان بذارید من ببینم، ببینید الان مثلا این خب به نظر من یه کاراکتر ایدئاله. خب حالا شما یکم دیگه باش صحبت کردید، خب مثلا نشه ساید ویو الان بد زده، اصلا ساید ویو رو خب این اشتباه کلا داره میگیره، ولی در کل قبلیاتون هم اینجاست، همش هر کدومو بخواید اینجا هست. خب شما میتونید برید با استفاده از خود چت جی پی تی، خب اینو بهش بدید، بگید آقا اینو دیدی، الان اینو از نمای بغل برای من طراحی کن. چت جی پی تی هم تا موقعی که نرفته رو حالت رایگانش اینجوریه، چون چند تا چت اول رو حالت پولیشه هنوز، یعنی اون حالت پولی هنوز برای شما فعال، چت جی پی تی 4 که براتون فعاله، بعدش میاد رو چت جی پی تی مینی که دیگه عکس براتون با عکس کاری نمیکنه. اینجا میتونید بزنید عکستون رو بفرستید و توضیح بدید اعمال کنه براتون. یک مقدار اذیت میکنه، شاید در حد اینی که بخواید بهترین حالت رو ازشون خروجی بگیرین نیم ساعت تا 40 دقیقه وقتتون رو بگیره، ولی الان میبینید که همین الان چه نمای خوبی به من داده. من الان یه بار دیگه اینو میزنم، هر سری برای من یه چیز جدید طراحی میکنه. همینو که الان برای شما پیاده کرده میارید داخل ابزار مهو، باز طراحیش میکنید از نمای بغل، از نمای روبرو، و همینو که باز طراحی کردید خب میارید خیلی ساده ازش استفاده میکنید. بذارید من احساس میکنم یکم توضیحات احساس میکنم که اضافه است. خب بذارید من یک مقدار کمش کنم. خب مقدار اینو یه بار دیگه ازش بخوام توضیحات رو یکم دستکاری کنید، بالاخره اون چیزی که بخواید رو برای شما در میاره. خب من الان برای که تستم خیال راحت باشه میتونم بیام نگاه کنید. آها ببینید اینو چقدر خوب برای شما طراحی کرده، سر رو از بغل، پا رو از بغل، دستارم برای شما زده. شما کافیه با استفاده از همین خب یه خروجی ازش بگیرید، خب بر دانلودش کنید یا ریسایزش کنید که بزرگتر باشه. خب مثلا میگه تو چه ابعادی بهتون بدم، خیلی ساده، خیلی ساده. ببین اینجا هم کاستومایز کردن داره، ابزاری کاستومایز کردن داره که حالا ما وارد جزئیات نمیشیم. همینو میبرید داخل ابزار مهو، نمای روبرو رو دارید، سرخ رو دارید، اینجا هم نیمروخ براتون زده، از این بهتر نمیشه. یعنی همین الان اینم تقریبا نیمروخه، خب درست سرخ وایساده، ولی میتونید به عنوان نیمروخ هم ازش استفاده کنید. شمایی که نمیخواید
پول به طراحی کاراکتر بدید یا اینی که طراحی کاراکتر بدیم. گفتم در آینده ما طراحی کاراکتر رو به صورت کامل آموزش میدیم، ولی همین رو میبرید داخل نرم افزار موهو خیلی ساده ازش استفاده میکنید. حالا من یه چیز دیگه میخوام، حالا میخوام یه بک‌گراند کارتونی توی پارک برام طراحی کن، انگار شهر ربات هاست و نه مایه بسته باشه. این خود چت جی پی تی رفت برام طراحی کن. حواسم نبود بگم اینو ترجمه کن. حالا که خود چت جی پی تی هم رفت همچین کاری کرد، همچین چیز بدی هم نیست. اینو بذارید من الان اینو بدم بهش. خب برای بک گراندم به همین صورت دوستان، دقیقاً به همین شکل میگید، اینو میرید بهش یه بک گراند ازش میخواین، چند لحظه صبر میکنین یه بک گراند بهتون میده، بعد دیدید باب میلتون نبود، این پرامپتتون رو یکم بالا و پایین میکنید دیگه. مثلا نماش مناسب نبود، نماش از دور بود از نزدیک بود، مثلا به نظر من خب الان توی اینا خب یک همچین نمایی مثلا برای انیمیشن شما امکان داره خوب باشه. حالا ایناش اضافی اصلا میتونید توی طراحیتون ازش استفاده نکنید، خب فقط همین بک گراندا و اون چیزایی که هست رو طراحی کنید. ربات‌ها هم که اینجا هست میتونه به شما کمک کنه و چیز دیگه نمونه بک گراند هم میتونید با استفاده هر پرامپتی بدید. حالا من در مورد ربات دادم، شما اصلا بیاین در مورد شهر ترسناک بدید، خب هر چیزی که دلتون میخواد میدید و براتون طراحی میکنه. بهترین راه، کوتاه‌ترین راه برای کسایی که نمیخوان زیاد هزینه کنن، بازم میگم انیمیشن انقدر ساده نیست و شما باید واقعا کار حرفه‌ای انجام بدید، ولی بعضی موقع ها میخواید یک کانال یوتیوب بزنید، انیمیشن بسازید و از انیمیشناتون درآمدزایی کنید. این به مراتب حتی از کاراکترها و چیزایی که من توی خیلی از کانال‌های یوتیوب فارسی دیدم که اومدن انیمیشن ساختن بهتره و میتونه خیلی بهترم کارتون رو بندازه. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. اگر لذت بردید لطفاً لایک سابسکرایب فراموش نشه. خدا نگهدارتون.